درود بر شما بینندگان و همراهان عزیز دیدار نیوز. اینجا استودیوی تلویزیونی دیدار نیوز. من محمد رضا حیاتی با یک مجله خبری دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. آنچه در این برنامه میبینید و میشنوید: هشدار مجلسی ها به مسئولان وزارت امور خارجه، بازنگری افزایش حقوق کارگران، رهاورد سفر رئیس جمهور به عراق، بازگشایی مدارس با طعم گرانی لوازم التحریر. هشدار یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی: مسئولان وزارت خارجه به روسها در ارتباط با زنگزور تذکر دهند. وحید احمدی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی مجلس در تذکر شفاهی خود گفت در ارتباط با موضوع سیاست خارجه و موضوعی که روسها در رابطه با زنگزور و همچنین بحث جزایر سگانه مطرح کردند، لازم است که مسئولان سیاست خارجی کشورمان موضعی محکم در مقابل این مواضع روسها اتخاذ کرده و تذکرات لازم داده شود. دلیل هشدار عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به مسئولان وزارت امور خارجه را از فریدون مجلسی، دیپلمات سابق، جویا می شویم. آقای مجلسی، نقش روسیه و کشورهای همسایه را در ماجرای زنگزور چطور ارزیابی می کنید و فکر می کنید پایان این ماجرا به کجا می انجامه؟ پرسش شده که این مسئله دانان، معبر، گذرگاه زنگزور که یه توافقی ظاهرا بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان شده که خاک اصلی جمهوری آذربایجان رو به جمهوری خودمختار نخجوان که استانی از جمهوری آذربایجان متصل بکنه، چه تحلیلی دارم، چه نظری دارم؟ من هنوز دقیقاً نمیدونم که این کوریدور که اسم کوریدور داره چگونه است، وضعیت حقوقیش چیه، آیا ارمنی‌ها دیوانه هستند که یه نواری از سرزمین خودشون رو واگذار کنن ببخشن به جمهوری آذربایجان که از اون به بعد هم هیچ تسلطی روش نداشته باشن؟ این برای ایران خیلی خوب نیست، برای که ارتباط ایران و ارمنستان رو قطع میکنه. ارمنستان هم بالاخره یک کشوریست، در ایران سوابق داره، ایران در اونجا سابقه داره، ایروان مرکز به اصطلاح باقی مانده آثار ایران هنوز در اونجا هست، مسجد بزرگ ایروان و آثار دیگری وجود داره فرهنگی. این ارتباطات ممکنه قطع بشه. ارتباط با گرجستان هم از طریق جمهوری آذربایجان میتونه برقرار باشه، برای اینکه این وسط فقط بر ارمنستان که نیست، ما با گرجستان و سایر مناطق هم ارتباط داریم. اما اون چیزی که من مطمئن نیستم وضعیت این کوریدوره. کوریدور به مسیرهایی گفته میشه که کشورهای دیگر در درون خاک دیگری برای دستیابی به بخش‌های جدا مانده خودشون حق ارتفاق می‌گیرن. این در حقوق خصوصی هم هست، حق ارتفاق. ارتفاق از رفاقت میاد، یعنی اجازه بدیم ما از اینجا رد شیم، از زمین شما دست رسی ندارم، به اون طرف از اینجا عبور بکنیم. این حق ارتفاق ها مانند کوریدوری است که برلین غربی رو که در دل آلمان شرقی قرار داشت به آلمان غربی که بخشی از اون شده بود وصل می‌کرد. یعنی شما وقتی از برلین غربی می‌خواستید به آلمان غربی برید، بعد از خاک آلمان شرقی می‌گذشتید و این رو با قدری زور، البته آمریکایی‌ها رو دست آلمان شرقی گذاشته بودن این مسیر رو در اختیار بگذاره و نه نواری به آلمان شرقی واگذار شده بود، نه ارتباطات خود آلمان شرقی قطع شده بود. منطقا من فقط میگم، چون هیچ اعتمادی به سخنانی که از دو سو گفته میشه، بعضی از
ناسیونالیست ها به هیجان آمدند و از اینکه ایران مبادا محاصره ارضی بشه، پان ترکیست ها بخوان بیان اینجا رو بگیرن، نمیدونم مسیر ما رو ببندن و ارتباطات رو قطع بکنن اینها، و هم اون کسانی که از اون طرف به اصطلاح سینه میزنند و از دیدگاه کاملا اصولگرایانه نگران زنگزور هستند، من پاسخ به هیچ کدوم اعتماد ندارم، برای اینکه مطابق منطق حقوقی و سوابقی که در جهان وجود داره این کار عبارت از این است که خاک اصلی جمهوری آذربایجان که 3-4 برابر ارمنستان، جمعیتش هم در همین حدود هست، ثروتش خیلی بیشتر از این حرف ها هست، بعد از جنگی که ارمنستان در یک دوران فروپاشی و جنگ داخلی کرد و 20% 1/5 خاک آذربایجان رو اشغال کرد، و باید به فکرش میرسید که بابا این که ثروتمندتره، بزرگتره، قدرتمندتره، یه روزی میاد زمینای خودش رو پس میگیره، و زمان سازگاری و زمان سازش و گرفتن امتیاز همون موقعی بود که زمینا رو در اشغال داشت، باید مذاکره میکرد، یه امتیازاتی میگرفت و میداد. اما با اکنون جمهوری آذربایجان آمده حقوق خودش رو پس گرفته، مثل ایران که رفت خرمشهر رو پس گرفت، هم براش دست دادن، عراقیار هم ریخت توی رودخانه و اسیر کرد و گرفت. بنابراین من تا زمانی که دقیقا نفهمم که چه وضعی داره به عنوان یک ایرانی، نمیتونم موضع بگیرم در برابر زنگزور. اما اگه یک کوریدوری است فقط حق عبور و مرور ارتفاقی و مانع دستیابی ایران به ارمنستان و جاده و این حرفا نمیشه، خیلی هم خوشوقتم، امیدوارم که این موفقیتی باشه، ثروتی بیاره در اونجا و ایران هم از همسایه ثروتمند خودش بهره مند بشه. من بیش از 80% تفکر و تصور من از کوریدور یه همچین قرارداد دوستانه ای، کاش رابطه ایران با این کشورها طوری بود که از آغاز از ایران هم به عنوان کشور خیشاوند همسایه قدیمی دعوت بشه که آقا با همدیگه این راه حل منطقی رو و با میزان استفاده که ایران میتواند همین مسیر برای سفر، ارسال بار، صادرات و واردات این حرفا استفاده بکنه، در این مذاکرات مشارکت می‌داشت. همه چیز رو نباید از دید نظامی نگاه کرد، باید از دید تجاری اقتصادی که در درجه اول هست، از دید دیپلماسی، فرهنگی و غیره نگاه کرد. آخر سر نوبت دیدگاه نظامی میرسه که بخوایم با هم جنگ بکنیم و ستیز بکنیم و گلاویز بشیم و این حرفا، که اون در صلاحیت من نیست. خیلی متشکرم. اقدام جدی و هماهنگ آمریکا و انگلیس علیه جمهوری اسلامی. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و دیوید لامی وزیر امور خارجه بریتانیا در پایان نشست استراتژیک دو جانبه در لندن در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه، آن را به منزله تشدید روند نگران کننده حمایت روزافزون تهران از مسکو دانستند. بلینکن و لامی در بیانیه خود گفتند همراه با شرکای بین المللیمان اقدامهای هماهنگی را اتخاذ می‌کنیم تا پاسخی جدید و جدی به همکاری فزاینده تهران و مسکو بدهیم. آمریکا و بریتانیا همچنین اعلام کردند که جمهوری اسلامی ایران از طریق گسترش برنامه تولید سلاح‌های پیشرفته و همچنین حمایت مالی و سیاسی از حزب الله لبنان، حوثی‌ها و دیگر گروه‌ها در عراق و سوریه همچنان در منطقه بی‌ثباتی ایجاد می‌کند. رهاورد رئیس جمهور از سفر به عراق چه بود؟ نخستین سفر خارجی رئیس دولت 14 به کشور عراق، علاوه بر دیدار با نخست وزیر، رئیس جمهور و دیگر مقامات این کشور، با امضای 14 سند همکاری بین دو کشور همراه بود که با استقبال گسترده فعالان و کارشناسان داخلی مواجه شد. مسعود پزشکیان در نخستین سفر خارجی خود
به عنوان رئیس جمهور ایران به دعوت رسمی محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق و در رأس هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به عراق رفت. رئیس جمهور کشورمان در سفر 3 روزه خود به عراق 14 سند همکاری امضا کرد و به 6 شهر این کشور بغداد، بصره، نجف، کربلا، اربیل و سلیمانیه رفت. پزشکیان در این سفر همچنین حامل پیام لزوم وحدت مسلمانان بود. آنچه در این سفر اتفاق افتاد بهانه گفتگوی ما با جواد حیرانی نیا، کارشناس مسائل عراق است. آقای حیرانی نیا، به نظر شما لازمه محقق شدن اهداف سیاسی اقتصادی سفر آقای پزشکیان به عراق چیه؟ به نام خدا، با عرض سلام خدمت مخاطبان و بینندگان این برنامه. در خصوص سفر آقای پزشکیان به عراق باید توجه داشت که این سفر اولین سفر خارجی رئیس جمهور ایران به عراق بود که خب نشان از اهمیت روابط و در واقع عمق روابط بین دو تا کشور هست و خب اتفاقاتی هم که در طول سفر رخ داد بعضاً برای اولین بار بود، از جمله سفر ایشون به اقلیم کردستان عراق و همچنین سفری که در واقع به بصره داشتن برای اولین بار بود که یک رئیس جمهوری از جمهوری اسلامی ایران در واقع وارد این مناطق میشد و به هر حال نشون دهنده اهمیت ژئوپلیتیک هم منطقه کردستان عراق و هم در واقع شهر و بندر بصره داره برای ایران. خب در خلال این سفر 14 یادداشت تفاهم بین ایران و عراق امضا شد و سفری بود که در واقع قرار بود که آقای رئیسی در واقع انجام بدن و بخشی از این یادداشت تفاهم ها از قبل آماده شده بود، گویا بعضیاش دچار تغییراتی شده بود و از این رو در واقع در این سفر مورد تاکید دو تا کشور قرار گرفت و در حوزه های مختلف از جمله حوزه های اقتصادی، حوزه های فرهنگی و حوزه های ترانزیتی در واقع توافقاتی بین دو طرف امضا شد. ولیکن اون نکته مهم که بایستی در واقع بعد از سفر پیگیری بشه و مورد توجه قرار بگیری این هست که این یادداشت تفاهم ها در واقع به صورت قراردادهای همکاری در بیاد و به صورت عملیاتی پیگیری بشه. خب در خصوص بحث امنیتی هم این سفر در واقع برای دو طرف به ویژه ایران و در واقع اجرای اون تفاهم امنیتی که بین دو تا کشور هست حائز اهمیت بود و قبل از سفر آقای پزشکیان از طرف اقلیم کردستان در واقع چند اقدام اعتمادساز برای اجرای کامل تفاهم امنیتی صورت گرفت، از جمله این که در واقع اون طرف های مسلح ضد ایرانی جابجا شدن و همچنین فردی از در واقع احزاب کموله از طریق خود حکومت اقلیم در واقع به ایران عدد داده شد و خب یک بستر ساز و زمین ساز اعتماد بین اقلیم و ایران رو رقم زد. و در سفری هم که آقای پزشکیان داشتن هم از در واقع هم با مقامات رسمی اقلیم و هم با آقای مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات در واقع دیدار صورت گرفت که نشون دهنده در واقع اون رابطه دوستی بین ایران و اقلیم هست و صحبت های اونجا باید به زبان کردی انجام دادن که در واقع این نزدیکی رو بیش از پیش نشون میداد و خب مورد توجه در واقع کردهای عراق هم قرار گرفته بود. خب در واقع سفر یه دیپلماسی شخصی داشت که توسط خود آقای پزشکیان در واقع رقم خورد و خب یه دیپلماسی رسمی که بین دو طرف در واقع ایران و بغداد در واقع رقم خورد و خب در بحث اقتصادی بیشتر طرف ایران دنبال این بود که در واقع بدهی‌هاش رو
از در واقع با یک ارز مشترک بتونه دریافت بکنه که گویا طرف عراقی مخالفت کرده با این امر و صرفا از طریق همون اقدام بشردوستانه که مواد غذایی و دارو رو شامل میشه از اون طریق در واقع خواسته که بدهی‌های که در واقع ناشی از واردات انرژی از ایران هست رو تسویه بکنه. و خب به نظر میرسه که این سفر در راستای همون سیاست همسایگی هست که در دولت آقای رئیسی هم مطرح بود و در دولت آقای پزشکیان هم به شکل ویژه‌تری دنبال خواهد شد. و عرض کردم در بحث اقلیم کردستان هم خب بر اساس توافقی که بین در واقع عراق و آمریکا صورت گرفته، نظامیان آمریکایی طی دو مرحله خارج خواهند شد از عراق و بخشی از اون نیروها در اقلیم مستقر خواهند شد. و خب صحبت‌های مبنی بر این هست که بر اساس یک طرح در واقع امنیتی جدید بین عراق و آمریکا این نیروها در اقلیم در واقع باقی بمونن، که خب این شاید یکی از نگرانی‌های ایران در ارتباط با موضوع اقلیم باشه. و خب در بحث خلع سلاح گروه‌های ضد ایرانی هم هنوز توافق امنیتی به صورت کامل اجرا نشده، هرچند عرض کردم اقدامات اعتماد سازی قبل از سفر آقای پزشکیان انجام شده از طرف اقلیم و به نظر میرسه که این روند بایستی تداوم پیدا بکنه تا شاهد اجرای کامل توافق امنیتی در واقع بین ایران و طرف عراقی باشه. وقوع تیراندازی در نزدیکی باشگاه گلف ترامپ. کمپین حزب جمهوری خواه: حال ترامپ خوب است. فاکس نیوز اعلام کرد که عامل تیراندازی فردی به نام رایان وسلی روس بوده است. پوتین: اگر اوکراین با سلاح‌های غربی به روسیه حمله کند، آزمایش اتمی می‌کنیم. رویترز در گزارشی به نقل از سه تحلیلگر نوشت که اگر غرب به اوکراین اجازه استفاده از موشک‌ها را برای حمله به اهدافی داخل خاک روسیه بدهد، گزینه محتمل پوتین برای انتقام‌جویی آزمایش سلاح هسته‌ای به عنوان هشدار جدی به غرب است. پوتین اخیراً اعلام کرده بود که اقدام غرب در اعطای اجازه به اوکراین برای استفاده از موشک‌های غربی برای حمله به اهدافی در خاک روسیه به منزله رویارویی مستقیم غرب با روسیه است. او همچنین متعهد به پاسخ مناسب شد. محمد باقر متانی، نایب رئیس مجمع کارگران استان تهران، مطرح کرد: درخواست کارگران برای بازنگری در دستمزد 1403. محمد باقر متانی، نایب رئیس مجمع کارگران استان تهران، گفت با توجه به عدم افزایش مناسب دستمزد کارگران در سال 1403، درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار با دستور جلسه بازنگری دستمزد کارگران را داریم. محمد باقر متانی با اشاره به اینکه دولت دستمزدها را مطابق قانون افزایش نداده است گفت: در تبصره 2 ماده 41 قانون کار، الزام قانونگذار پرداخت هزینه‌های خانوارهای کارگری برای تعیین دستمزد است و تبصره 1 این ماده مکمل تبصره 2 است که توجه بر روی نرخ تورم دارد. این فعال کارگری ادامه داد: دستمزد تعیین شده باید به اندازه هزینه زندگی باشد، چرا که اگر سبد معیشت را در نظر بگیریم عملاً تورم در آن دیده می شود. در سالی که حداقل هزینه زندگی 17 میلیون تومان است، چطور دستمزد 9 میلیون و 500 هزار تومانی تعیین شده است؟ با وجود تورم بالای 40%، دولت و کارفرمایان متحد شدند برای حدود 30% افزایش دستمزد. در این باره گفتگو می کنم با آقای احسان سهرابی، فعال کارگری. آقای سهرابی، به نظر شما این بازنگری که بر اساس ماده 41 قانون کار قابل اجرا هست یا نه؟ عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان محترم پایگاه خبری تحلیلی دیدار نیوز. خب امروز
با توجه به اینکه خبری به نقل از یکی از فعالین کارگری مطرح شده در خصوص بازنگری دستمزد 1403، خب باید خاطر نشان کنم که این فرایند به این صورت باید باشه که حالا نظر شخصی یک بزرگوار بوده، ولی اعضای شورای عالی کار وفق ماده 167 آیین‌نامه اجراییش مشخص کرده که در ماده 3 گفته یا شخص وزیر میتواند تقاضای جلسه بکند و یا 3 نفر از اعضای محترم شورای عالی کار میتونن نسبت به موضوع دستمزد 1403 و یا عناوین کلانی که خب به مبتلا به کارگران عزیز کشورمون هست طرح موضوع بشه و جلسه فوق‌العاده تشکیل بشه. خب همونجور که مستحضرید ما پنجمین کشور ثروتمند جهان هستیم و متاسفانه این مباحث در شأن دولت مردای ما نیستش که این اتفاقات بیفته نسبت به دستمزد واقعیشون کارگرها اظهار نظر داشته باشن، چون با وضعیت شاخص تورم و وضعیتی که حالا بی‌انضباطی اقتصادی داشته عملا این سالها به نوعی کارگران شرمنده خانواده‌شون شدن. خب نمایندگان محترم ما در شورای عالی کار خب با توجه به ماده 167 قانون کار 2 نفر سندگر ما هستن نماینده کارگر و 1 نفر از بخش کشاورزی که توسط کانون عالی شورای اسلامی کار کشور مشخص میشه. خب با توجه به فرایندی که اتفاق افتاد در مزد 1403 منجر به این شد با توجه به حتی نگاه و نگرش شفافسازی وزارت کار که به صورت گزینشی لایوای جلسه را ارائه میداد، برایند این اتفاق افتاد که صدای نمایندگان کارگر شنیده نشد و منجر به این شد که جلسه رو ترک بکنم و ترک اونها، انتقاد اونها مبنی بر این که صدای 40 میلیون نفر کارگر در کشور شنیده نشد. ما امروز فعالین کارگری صحبتی نداریم غیر از اینکه قانون اجرا بشه. آنچه که قانون اساسی ما تکلیف کرده، آنچه که قانون کار ما تکلیف کرده، خارج از قانون توقعی ندارم. ولی متاسفانه اتفاقی که میفته خب امروز آثارش هم داریم میبینیم. اگر صدای نماینده‌های کارگر شنیده نشه منجر به این میشه که جامعه مخاطبشون دیگه به نماینده‌هاشون اعتماد نکنن و خودشون بیان وارد عمل بشن که در شأن به نظر من شرط فعلی دولت مردوی ما نیستش که این اتفاق بیفته. امروز باید صدای معلمین ما، صدای کارگران ما، صدای اقشار دیگه، پرستارهای ما، اینا شنیده بشه. اگر این اتفاق میفته ناشی از اینه که وزارت کار وظیفه‌اش درست عمل نکرده، سایر دستگاه هم به همین نوع صدای تشکلات صنفیشون شنیده نشد. ما فعالین کارگری صحبتی که داریم نسبت به وزارت کار با توجه به اینکه آقای وزیر آقای میدری تشریف آوردن که ما به فال نیک میگیریم، انشالله آنچه که شعارشون هست که تمام دستورالعمل‌ها بخشنامه‌ها بر مبنای پیوست عدالت باشه این اتفاق بیفته. اولین حرکتی هم که خب حداقل توقع ما این هستش به دستور آقای وزیر جلسه دستمزد 1403 جلسه فوق‌العاده‌اش تشکیل بشه با توجه این که خب ما 6 ماه از سال گذروندیم ولی هنوز 6 ماه دیگه در پیش داریم. آنچه که در مزد 1402 اتفاق افتاد در شأن کارگران عزیز کشورمون نبود و کارگران محترم خواستشون همینه که آنچه که قانونگذار گفته در ماده 41 قانون کار همون اجرا بشه. قانون کارم خب ماده 41 چیز خاصی نگفته، آنچه که واقعیت موجوده یکی بحث شاخص تورم به عنوان یک مؤلفه اول و مؤلفه دوم هم بحث شاخص سبد معیشتیه که خب آنچه که به اجماع رسیدن و در دستمزد سالهای متوالی داره اتفاق میفته به صورت چانه‌زنی اتفاق میفتاده، حالا به هر شکل و سیاقی، ولی شنیده میشده صدای کارگران و دستمزد عملیاتی میشده و بر مبنا اون سبد معیشتی فرد بسته میشده و تا طول سال اتفاق میفته. البته رو هم موضوع هم ما نقد داریم به دلیلی که حتی اون شاخص تورم هم که داره مطرح میشه شاخص تورم سال گذشته داریم برای سال آینده تصمیم میگیریم که زمانی میتونه این مصداق صحیح داشته باشه که ما ثبات اقتصادی داشته باشیم. اینی که ما هر روز ما نوسانات قیمت داریم، بی انضباطی اقتصادی داریم، توی مجموعه کنترل نداره قیمت ها، خب این به نظر من نگاه معقولی نیست که
برنامه شاخص تورم سال گذشته برای سال آینده تصمیم بگیریم. خب ما اگر دستمزدمون باقی نباشه اتفاقات خوبی نمیفته. اولین خروجی که دستمزد باقی نباشه اینه که آمار افزایش جرم و جرم‌ها و بزهکاری ها در کشورمون افزایش پیدا خواهد کرد، چون هیچ کس ذاتاً مجرم نیست. متأسفانه موقعی که دایره شمول فقر افزایش پیدا بکنه و فرد درگیر فقط تأمین سبد معیشتیش باشه، میبینیم که اتفاق میفته. کارگری که هیچ سوء سابقه ای نداره، هیچ پیشینه کیفری نداره، ولی برای شیر خشک که باید برای فرزندش نیازهای اولیه‌اش از تأمین کنه، منجر به دست به سرقت میزنه. که ما حداقل توقعمون اینه که به جای اینکه بیان بازنگری کنیم تو شورای عالی کار، حد نماینده‌ای از قوه قضاییه توی جلسه شورای عالی کار حضور داشته باشه که بدونن که این موز تبعات اجتماعی داره. ما الان نقدی که میخوام به قوه قضاییه ما انجام به نوعی بدم اینه که ما تنها ملجمون قوه قضاییه و قوه عدلیه ما هستش، ولی متاسفانه میبینیم توی این سالها اگه نسبت به دستمزد که بر مبنای این پارامترهایی که خدمتتون گفتم انجام نشده و عملیاتی نشده و دادخواستی مطرح شده دیوان عدالت اداری، متاسفانه از لحاظ شرایط شکلی گفتن مورد تایید و با اکثریت تصویب شده. بله با اکثریت تصویب شده، مسبب شده، توسط وزیر ابلاغ شده، ولی آنچه که در ماهوی و ماهیت اون شکل‌گیری بخشنامه بود این که ماده 41 قانون کار رعایت نشده. نماینده کارگرهای ما که در اون جلسه حضور داشتند به نوعی تایید نکردن به صورت حالا ضمنی که اعلام کردن که شرایط رعایت نشده ماده 41. من خدمتتون میخوام بگم که خب پس از آثاری که این موز داره و غیر قانونی تصدیب بشه، حداقل این که قوه قضاییه ما به عنوان یه حکم وارد این موضوع بشه و نظارتی داشته باشه که اگه ما تولید فقر داشته باشیم تو جامعمون با توجه به این وضعیت، خب در کشور ثروتمندی داریم زندگی میکنیم، این صحیح نیستش که افزایش پیدا بکنه جرائم و بزه‌های اجتماعی ما. ما امروز اگه فردی بیکار میشه، تبعاتش حداقل اینه که میدونیم که منجر به این خواهد شد، افزایش اعتیاد داره، خودکشی داره و و و شرمنده خانواده‌اش، چون با نرخ بیمه بیکاری که مسببات حالا قوانین تأمین اجتماعی هم هست، کسی نمیتواند بحث زندگیش رو تأمین بکنه. و حداقل توقع ما اینه که حتما آقای وزیر جلسه فوق‌العاده‌ای در خصوص شورای عالی کار تشکیل بده. کارگران ما با توجه به شعارشون که بحث عدالت هستش، متاسفانه مصوبه 1403 فاقد اون عدالت، و توقعمون اینه که هر ماه بازار رصد بشه، سبد معیشتی ما رصد بشه، اگه میخوایم اون عدالت اجتماعی رو رعایت بکنیم این کار اتفاق بیفته، 1403 دستمزد ترمیم بشه و برای 1403 ما آماده بشیم و انشالله بتونیم با حضور آقای رئیس جمهور یک ثبات نسبی یا حداقل با توجه به تحریم‌های بیرونی هم که هستش، خب بتونیم یک ثباتی انجام بشه با یک مدیریت صحیح، با یک مدیریت صحیح بتونیم بالاخره به سمت سوی بریم که بحث دستمزدمون معقول بشه. من پیشنهادی دارم، من خدمت بقیه بزرگوار هم گفتم، ما حتما باید همونجور که در کرونا مسببات ملی داشتیم که هیچ دستگاهی نمیتوانست خودش رأساً اقدام بکنه و بر مبنای مسببات ستاد ملی کرونا صورت میگرفت، الان هم باید همین اتفاق بیفته. دستمزد بر مبنای مؤلفه های قانون کار که تکلیف میکنه و جز قوانین عامره هستش ابلاغ بشه، و در فرایندی که داره اتفاق میفته اول دولت مردای ما تعرفه هاشون بر مبنای نرخ دستمزد کارگران افزایش ندن و از بخش خصوصی ما هم خب اگر به صورت حالا استانی تفویض بشه این کمیته ها در هر استانی، به عنوان مثال میگم یک کارخونه شیری برندش رو مطرح نمیکنم که تبلیغ نشه، مدعی این قضیه هستش که نرخ تموم شده من الان افزایش پیدا کرده، باید بیاد در کارگروه استانی تر موضوع بشه و ببینن اصلا قابلیت این هست که آیا افزایش پیدا بکند یا نکند.
و این به همین تبع خودش در استان‌های دیگه به همین صورت که ما یک باری که با افزایش دستمزد این حلاوت بیشتر از بازه زمانی بیش از یک ماه باشه، ما حداقل یک فصل بتونیم بگیم آ 30% افزایش پیدا کرد و خروجی خواهد داشت این بحث دستمزد، ولی اینکه بخواد به معنی که افزایش دستمزد مصوب بشه و فردا قیمت‌ها افزایش پیدا بکنه، خب اگه 300% هم شما افزایش پیدا بکنید متاسفانه خروجی نخواهد و برآیندی برای کارگرها نخواهد داشت. شما بالاخره مصادیقش رو داریم می‌بینیم، بحث اسکان داره می‌بینیم، بحث درمان حالا بازنشسته‌های محترم، حالا بحث شاغلین ما رو همونجور در نظر بگیر و اینها مواردی که باید بازنگری بشه. من توهم اینه که غیر از اینکه وزارت کار قانون صحیح اجرا بکنه، در کنارش هم حتما دستگاه‌های دیگه هم پای کار باشن و کمک بکنن به این موضوع که کارگران ما، کارگران عزیز ما، بازنشسته‌های محترم ما و سایر اخشاری که بالاخره زینف هستن توی موضوع شرمنده خانواده هاشون نشن. با امید خدا. هشدار وزیر بهداشت نسبت به حذف ارز ترجیحی دارو. محمد رضا ظفرقندی میگوید ارز ترجیحی دارو حذف شده است. این در حالی است که بانک مرکزی ایران مدعی تأمین 1.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی تا 19 شهریور امسال شده بود. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت نگرانی جدی ما این است که اگر در نیمه دوم سال ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی را نیز مانند دارو حذف کنند، بدون شک با کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها روبرو می‌شویم. وضعیت ورزشگاه شهر قدس و آبروی فوتبال ایران در مقیاس آسیایی. بازی‌های فوتبال نخبگان آسیا به دلیل تعمیرات استادیوم آزادی و نبود زمین بازی مناسب دیگری در تهران در استادیوم شهر قدس یا همان قلعه حسن خان برگزار خواهد شد. این در حالی است که این استادیوم فاقد امکانات اولیه نه در حد کشورهای عربی همجوار، بلکه در حد استانداردهای داخلی هم نیست. در میانه های نشست خبری تیم استقلال یک اتفاق فوق‌العاده عجیب در ورزشگاه شهدای شهر قدس رخ داد که منجر به یک آبروریزی بین‌المللی شد. قطع برق استادیوم شهر قدس و برق گرفتگی دو کارگر و نهایتاً تمرین بازیکنان شاخص و بین‌المللی تیم الغرافه قطر در استادیوم تاریک و بدون برق. در این باره گفتگو می‌کنم با آرش راهبر، کارشناس ورزشی. آقای راهبر، به نظر شما دلیل اتفاقی که در ورزشگاه شهر قدس افتاد چه بود و چرا این ورزشگاه رو برای تمرین و بازی تیم‌های ایرانی با تیم‌های عربی انتخاب کردند؟ سلام عرض می‌کنم خدمت مخاطبین عزیز دیدار نیوز. امیدوارم که خوب و خوش و خرم باشین. خدمت من شما که حتما مستحضر هستی که امشب در اولین بازی استقلال در لیگ نخبگان این تیم بعد مقابل الغرافه قطر به میدون بره، اونم در شرایطی که حواشی بسیار زیادی در کنار این بازی در واقع رخ داده و هنوز بازی شروع نشده. به نظر میاد که خیلی از اتفاقات در واقع پیرامونی که رخ داده در این یکی دو روز روی عمل کرده این تیم ممکنه که تاثیر منفی بذاره. جدا از این که ما در واقع به عنوان میزبان الغرافه قطر یک استادیوم خوبی نتونستیم فراهم بکنیم و این در واقع تاثیر منفیش روی ذهن خودمون در وهله اول خواهد گذاشت، به نظر میاد که در واقع انتشار اخبار و حواشی این ماجرا در واقع کلیت فوتبال آسیا هم برای ما خیلی بد و ناگوار باشه و اثرات منفی داشته باشه برای چه استقلال چه فوتبال در واقع ملی ما از جنبه فدراسیون فوتبال که مدیر اصلی در واقع فوتبال توی مملکت هست. ببینید، به هر حال ما نمیتونیم الان به راحتی از این ماجرا کنار بریم و بی توجه باشیم. دلیل عمدهش هم این است که اگر در واقع ما عادت کنیم به این جور در واقع میزبانی های ناجور و اشتباهات
فراوان مالکی و حواشی که نابود کننده هستن به نوعی، فکر میکنم که ما یه جوری در واقع انگار که واکسینه میشیم در مقابل عملکرد نادرست و ناجور، و این اگر ذهنیتی ایجاد بکنه برای دیگر کشورها راجع به فوتبال ما و میزبانی ما، فکر میکنم که عواقب بسیار جبران‌ناپذیری رو ایجاد بکنه. بله، به هر حال ما در دوره‌های متفاوتی در آسیا مقام‌های خوبی هم تو فوتبال آوردیم، ولی فکر میکنم داریم خودمون با دست خودمون خیلی از این اعتبار و حیثیتمون رو زیر سوال می‌بریم، و بدون شک تأثیر این رفتار نابجا و نادرست برای حتی خود تیم استقلال هم فکر میکنم که انکار ناپذیر بشه. البته ما امیدواریم که به هر حال استقلال بدون توجه به این مسائل کارش رو انجام بده، ولی واقعیتش اینه که این اتفاقات نمیتونه در واقع برای استقلال گذرا باشه و هیچ توجهی بهش نکنه. فکر میکنم بایستی واقعا یک کار اساسی در این مورد کرد که ما توی بزنگاه های این چنینی که واقعا حتی یک بازی نتیجهش میتونه برای ما بسیار مهم باشه، و ما شاید شانس میزبانی زیادی نداریم مثل گذشته با توجه به فرمی که الان لیگ نخبگان آسیا داره، بایستی از میزبانیمون حد اکثر استفاده رو ببریم و در واقع بتونیم برنده بیایم بیرون تا بتونیم امتیاز لازم رو کسب کنیم. امیدوارم که امشب استقلال بتونه در واقع سربلند بیرون بیاد از این مسابقه و عواقب حضور القرافه در استادیوم شهر قدس چی میگن بعدن تاثیراتی روی فوتبال ما نذاره، ماجرایی پیش نیاد. الان هیچ تکلیف تماشاگرها معلوم نیست، چقدر تماشاگر میخواد بره، چه جوری میتونیم در واقع تماشاگر درست و حسابی رو بفرستیم توی اون ماجرا. یعنی منظورم اینه که حد اکثری اونا که هوادار استقلال هستن بتونن در واقع از این فرصت استفاده بکنن. تکلیف بالاخره طرفدارای القرافه چی میشه، شاید اونها میتونن داشته باشن. هیچ انگار هیچ برنامه‌ای راجع به این داستان وجود نداره و همه چیز خیلی هم تو باری به هر جهت جلو رفته، و من به شخصه فکر میکنم که این تاثیر منفی خواهد گذاشت روی عملکرد استقلال، هرچند که آرزو میکنم این اتفاق نیفته. شکست ارتباط بین واشنگتن و تهران درباره مذاکرات هسته‌ای. روزنامه الجریده کویت نوشت ارتباطات بین واشنگتن و تهران بر سر مذاکرات هسته‌ای با شکست روبرو شده است. پنجره دیپلماسی که توسط مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران با غرب گشوده شده به دلیل شروط دشوار غرب به سرعت بسته شده است. به نوشته روزنامه الجریده، آمریکا 4 شرط را برای آغاز مذاکرات هسته‌ای با ایران مطرح کرده است که ایران همه شرط‌های آمریکا را رد کرده است. الجریده نوشت آمریکا به ایران پیام فرستاده که دولت جو بایدن به بازگشت سریع به مذاکرات هسته‌ای با تهران اهتمام می‌ورزد، اما شرط‌هایی هست که تهران باید به آنها پایبند باشد. بازگشایی مدارس با طعم گرانی لوازم التحریر و دریافت شهریه اجباری. در آستانه ماه مهر و بازگشایی مدارس، خبرها حاکی از افزایش شدید قیمتها و گرانی لوازم التحریر، دریافت شهریه اجباری مدارس و افزایش قیمت لباس فرم مدارس است که خانواده ها را با چالشی جدی روبرو کرده است. بیشتر خانواده ها از گرانی لوازم التحریر و دیگر اقلام مدرسه گلایه دارند و میگویند قدرت خرید خانواده ها کاهش یافته و نمی توانند خرید کنند. همچنین دریافت شهریه توسط مدارس دولتی و افزایش شهریه های مدارس غیر دولتی نیز از دیگر مشکلات خانواده های دانش آموزان است. خودکشی سومین عامل مرگ و میر جوانان. معاون حقوقی و پیشگیری از جرم دادستانی با بیان اینکه خودکشی دهمین علت فوت در همه گروه‌های سنی و سومین علت فوت در جمعیت 15 تا 24 سال است، میزان اقدام به خودکشی در ایران را سالانه 130 هزار نفر اعلام کرد و گفت که از این میان 7 هزار نفر جان خود را از دست می‌دهند.
غلام عباس ترکی معاون دادستان کل کشور گفت عوامل تنش‌آفرین در زندگی که منجر به افسردگی و اختلالات روانی در فرد می شود و هر چیزی که منجر به استرس، ناامیدی و کاهش تاب‌آوری در فرد می شود در بروز خودکشی نقش دارد. برای اینکه بدانیم از بعد روانی چه دلایلی باعث خودکشی در میان جوانان می شود، گفتگو می کنم با دکتر کیمیا مقدم، روانشناس. خانم مقدم، به نظر شما دلیل خودکشی جوانان در سن پایین چیه و آیا راهی برای کاهش میزان خودکشی وجود داره؟ سلام و عرض ادب خدمت مردم مهربان وطنم ایران زمین. متاسفانه امروز یک خبر ناخوشایندی به دست ما رسیده. با توجه به آماری که امروز اعلام کردن، سن خودکشی در ایران به بازه سنی 14 تا 25 سال اختصاص پیدا کرده و بیشترین درصد خودکشی متاسفانه در این سنین اتفاق میفته. واقعیت امر این هستش که این مسئله برای ما روانشناسا خیلی قضیه شوکه کننده نیست. با توجه به مسائل اقتصادی، اجتماعی و روانی حاکم بر جامعه در سالهای اخیر، ما بسیار با این قضیه مواجه شدیم و چالش‌های زیادی داشتیم به عنوان درمانگر. اگر بخوام به صورت خلاصه دلایل رو عرض بکنم خدمتتون، یکی از دلایل عمده خودکشی در نوجوانان و جوانان ما مسئله افسردگی هستش که الان جوانان رو درگیر کرده. افسردگی داره علائمی مانند ناامیدی، بی‌انگیزگی، مشکلات خوراک، مشکلات در کیفیت خواب، احساس بیکفایتی، احساس گناه، دردهای عضلانی، دردهای بدنی که ریشه جسمانی ندارن، نقص در توجه، نقص در یادگیری هستش. از والدین عزیز خواهش میکنم که اگر در فرزندانشون علائم و نشانه هایی مبنی بر افسردگی دیدن، حتما از درمانگران، روانشناسان و روانپزشکان کمک بگیرن. در وهله دوم مسئله کمالگرایی و سبک فرزندپروری القا کننده است در جامعه امروز که بچه‌ها رو سوق میده به سمت اینکه اقدام به خودکشی داشته باشن. متاسفانه 15% بچه‌ها که اقدام به خودکشی میکنن از بین میرن. بنابراین خواهش میکنم که والدین ما در مورد سبک‌های فرزندپروریشون اگر مستبدانه است و اگر القا کننده است، خواهش میکنم که روی این مسائل کار بکنن. سبک فرزندپروری والدین ایجاد بی‌ارزشی و احساس بی‌کفایتی یکی از مسائلی که بچه‌ها رو سوق میده به سمت افکار خودکشی و اقدام به خودکشی. و یکی از مسائلی که در جامعه امروز ما خیلی باهاش متاسفانه مواجه هستیم، بحث مواد مخدر هستش. موادی که الان در جامعه وجود داره و متاسفانه سن مصرف مواد توهمزا به 14 سال کشیده شده، این مواد باعث میشه که بچه ها تحریک پذیرتر، پرخاشگرتر بشن و رفتارهای پرخطر انجام بدن. این رفتارهای پرخطر یکیش خودکشی هستش، رانندگی های بیمهابا، بیمهاباگری های جنسی و درگیری های فیزیکی رو ایجاد میکنه. بحث مواد که از بحث‌های بسیار مهمه، کتامین، گرد فرشته، مواد توهمزای مصنوعی و در واقع شیمیایی و غیر شیمیایی، هر دوشون جزء چیزهایی هستن که امروزه نوجوانان و جوانان ما رو سوق میده به سمت خودکشی. بنابراین اگر بخوام به صورت خلاصه و تیتروار این مسائل رو مجدداً مطرح کنم خدمتتون، بحث افسردگی هستش. ببینین 70-75% افراد که خودکشی میکنن ریشه افسردگی رو مادرشون پیدا کردیم. پس 70-75% افراد افسرده متاسفانه اقدام به خودکشی دارن و در پی این اقدام از بین میرن. بحث سبک‌های فرزند پروری هستش، کمالگرایی های مفرط و ناامیدی که در جوانان امروز ما در مورد آینده تحصیلیشون، شغلیشون و مالیشون وجود داره. و مهمتر از همه بحث مواد مخدر، مواد محرک توهمزای شیمیایی و غیر شیمیایی، چیزهایی که امروز در جامعه وجود داره. متاسفانه بچه‌ها کتامین خیلی مصرف میکنن،
گرد فرشته و چیزی که الان به عنوان کوکائین بچه ها مصرف میکنن که مخلوطی از شیشه، لیدوکائین و چند ماده دیگه است. همه اینها سبب میشه که تعداد خودکشی ها در جوانان و نوجوانان ما و درصد خودکشی به شدت بالا رفته باشه. بنابراین من از والدین عزیز تقاضا میکنم که نسبت به رفتارهای بچه ها تیز باشن، هوشیار باشن، هوشمندانه رفتار بکنن. اگر احساس کردن که رفتارهایی در نوجوانشون هست که خیلی عادی نیست، خواهش میکنم که از روانشناسان کمک بگیرید. اگر بچه در مورد افکار خودکشیش با شما صحبت کرد، خواهش میکنم نترسید، نادیده نگیرید، صحبت بکنید با فرزندانتون، ارتباط رو با بچه ها قطع نکنید، بچه ها رو تنها نذارید و در اولین فرصت بچه ها رو به یک روانپزشک یا یک روانشناس نشون بدید. ممنونم از اینکه برفای من گوش کردید و آرزوی بهترین ها رو دارم براتون. خیلی متشکرم از خانم مقدم و سپاسگزارم از همراهی شما بینندگان گرامی با این مجله خبری تحلیلی از دیدار نیوز. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.